خوش اومدید به یه پورت دیگه بازی شبیه‌ساز پمپ بنزین جدید. آقا ما قبلا هم بازی شبیه‌ساز پمپ بنزین داشتیم. یه سری ها میگن اون خیلی باحال‌تر بود، اون کوالیتیش بالاتر بود، نمیدونم داستانش فرق می‌کرد. یه سری ها میگن این خیلی باحال‌تره. اما به نظر من این دوتا اصلا ماجراشون کاملا با هم دیگه فرق می‌کنه. یکیش اینه که اون بازی یه ذره دیگه قدیمی شد، یعنی خیلی ازش ویدیو استریم گذاشتیم. اما اگه بازم دوست داشته باشید میذارم استریم ازش میذارم، ویدیو هم ازش درست میکنم. توی کامنت ها باید نظراتتون رو بگی. مثلا یه ویدیویی که خوب لایک میخوره نشون میده که آقا این بازی رو دوست دارید دیگه شما. حالا از این بحثا بگذریم بریم سراغ اصل بازی. این یه حرکتایی بعضی موقعا من فکر کنم اینجا میزنه ها، مخ سری هم مشتری ها رو میره بزنه، یه کارایی میکنه. این آدم خیلی درست حسابی نیست. آقا تقریبا توی پورتای قبلی خوب پیش رفتیم، یه دونه آدم استخدام کردیم، خود پمپ بنزین رو راه انداختیم، کارواش و اینا هم اوکی شد. الان بذار ببینیم که دیگه چه حرکتایی میشه زد. الان یلو وب چیه؟ آها برای خرید و فروش ماشینه، اونو باش کاری نداریم. بذار دیگه ببینم چی هست. کامرا که هیچی، گالری هم کاری نداریم. آپگرید میتونم آدمایی که اینجا کار میکنن و اسپیدشون رو اذره ببرم بالاتر، اینم خیلی مهم نیست. تو بخش استیشن یه مقداری به نظرم الان بنزین سفارش بدیم بیاد، مثلا 150 دلار فکر کنم خوب باشه. آره 150 تا خوبه. ورکرم یه نفر اینجا داره کار میکنه، روزی 70 دلار میگیره. قیمت بنزین و اینا رو فعلا دست نمیزنم، خیلی اینجا اوکی نیست، میترسم دست بزنم به بنزین بنزینا بعد دیگه مشتریامون کم شه. یه داستان دیگه هم که هست و ما تا حالا پیگیرش نبودیم و هیچ وقت اقدام نکردیم تو این بازی، وامه. 1000 دلار، 2000 دلار تا 10000 دلار 15 روزه میشه وام گرفت، ولی فعلا چون برنامه خاصی نداریم وامم نمیگیرم دیگه. آقا بریم تو زوناما من اینجا ببینم چیا هست. این که برای استیشن دادش خالی میکنین و یا نه چیکار داره میکنه این؟ از خودم برم ردیفش کنم بابا. لشه یارو شله، از آدمای شلوول خوشم نمیاد. ببین باید کامیون رو هول بدی بره زودتر بیرون و اینجوری باید کار کنی پول در بیاری. این هنگ کرد داشت یه حرکتی میزن، فکر کنم داشت زمین رو تمیز میکرد. آقا اینم زده. آره دیگه به خانوما فقط رسیدگی میکنه. اگه مشتری آقا بیاد حالا ببین یارو چیجوری وای میسه فقط منو نگاه میکنه. حالا بریم یه بخش دیگه ای از کسب و کارم یه رونقی بهش بدیم. بذار ببینم گرونترین آیتمی که داریم چیه. موتور اویل 21 دلاره، تقریبا چیز گرونی حساب میشه دیگه، گرونترینش موتور اویله. بذار اینم سفارش بدم بیاد. پولم دیگه تقریبا به صفر خیلی نزدیک شد. یکی از بچه هم توی کامنت ها نوشته بود آقا این مشتری ها میان بنزین میزنن پول نمیدن. و داداش پول میدن. مگه کسی میتونه بیاد اینجا از امکانات مغازه و فروشگاه من استفاده بکنه پول نده؟ دیدی تا حالا میان پول رو میذارن این تو. بذار ببینم این چیزی برداشت، چیزی ندارم من اصلا. ببین 86 دلار پول داد، الکی نیستش که بیاد یارو بنزین بزنه دستشویشو بره گوه بزنه تو همه جا، پولم نده بره بیرون. و اینا برای چیه فکر کردی؟ فکر کردی اینا رو برای چی گشتم اینجا؟ یه گوه گرفته؟ مرض داری میای درام ها میکنی میری؟ یه کاری با یه ذره کثیفه دیگه، حالا خودت خیلی تمیزی مثلا؟ شعور ندارن، هدف ندارن، مشتری های بی هدفی هن. آقا راستی یه چیز دیگه هم بهتون بگم که بازی دوباره همین الان آپدیت داد، نمیدونم چیزی بهش اضافه شد یا اینکه باگ و اینا رو رفع کردن. در کل اتفاقای خفنی داره میفته دیگه. خب یه چیزایی هم سفارش دادی. آها یارو داره میاره. داداش همینجا میشه بدی به من؟ بده دیگه همین الان، زود باش. بذار خب تا این باکس رو میذاره اونجا، البته دزمز میاد باکس رو میبره. من این ماشینه رو هم بشورم. ببین اینو ور میداری، از سیفیش کجاست؟ میزه که این اسکل کردی ما رو، اصلا کثیفی رو این ماشین نمیبینم. اونجا رو بشرو. آها یه ذره اینجا هست. اوکی همین. چقدر پول داد؟ پول زیادی نداد، ولی خب دیگه از هیچی بهتره دیگه، ما امکاناتشو داریم، کارا رو انجام میدیم. حالا رنگ اینجا که ذره بره بالاتر بیشتر دیگه داستان میکنم. بزن اینو بذارم رو زمین، پول این مشتری رو هم بگیرم. از شما درد نکنه، خدافظ، برو بیرون زودتر. حالا اینو باید
بچینیم این تو. آها بالاخره من فهمیدم چجوری باید اینا رو چید. آشغال پرت کردی ها؟ بزنم تو سر خودت. چه صحبت اینا پرت میکنه اینجا آشغالا رو. رو رو تو بابا بنازم پرتاب. خوبه پرتاب دست یارو قویه، از راه دورم میتونی قشنگ همه چی رو پرت کنی. $214 پول داریم، یه نفر که اینجا داره کار میکنه واسمون روزی $70 میگیره، یه سری اجناس درست حسابی، ولی به خاطر اینکه خیلی پمپ بنزینمون قوی نیست من قیمتا رو نمیخوام تغییر بدم دیگه. بذار ببینیم تو بخش ریتینگ چیا میگن. همه مشکل کثیفی دارن و یه سری ها دارن میگن که آقا هیچ پروداکتی برای فروش نداری. خب ما پمپ بنزینیم آجی، برای چی باید پروداکت داشته باشم؟ بذار ببینم مینی کیس چیه اینجا. $50 هزینه شه آقا، نمیصرفه، ولش کن. آدم تشریف بیار کار شما رو هم راه بندازیم. ببین حواست به مشتری ها باش دایی، مراقب باش. چی؟ کی بود؟ یکی صدام زد انگار. این که خودش رفته بود پشت دخل. آخ آخ این خوبه، این سفارش سفارش قویه. به به همه ی روغن موتورها رو خرید. فکر کنم موتور سوزوندی کلن. نه بقیهش، بقیه پوله. آها $142 اضافه شد، کم کم داره شب میشه، میتونیم بریم بخوابیم یا بذار ماشین یارو رو یه دستی به سر و روش بکشیم بعد داریم بخوابیم. ای دلم میخواد اینجا رو بزرگ و بزرگتر کنم. فقط اوکی چقدر کثیفه. من فکر کنم اون اسکاچه که بهم داده زودتر تمیز میکنه تا این. چه کثافتی. حالا برای کارواشم آدم استخدام میکنم میذارم اینجا کارا رو انجام بده، برای تعمیرگاه آدم میخوام. تعمیرگاه درآمدش بدی نبود، $100 پول میداد. این $35 یه ذره به صرفه نیست همچین نسبت به وقتی که میذاری. ببین یه دونه شیلنگ داری، یه دونه اسکاچ داری، با اینم. این چیه؟ این چی هست؟ ایر فرشر. او اینو باید فکر کنم تو توالت بزنم، برای همین یارو در وا کرد رفت بو گو می اومد اینجا احتمالا. به به این ایر فرشر رو تو اینترنت کافه داشتیم فکر کنم. اینجا هم میتونم بزنم، تموم هم نمیشه. مچیش درسته. خب میریم سراغ سفارش شما. یه 28 دو برابر قیمت دارم میفروشم دیگه. 14 خریدم 28 فروختم. آقا تمومی؟ همه شما گرم. $450. یه دونه مشتری ماشینی هم اومد، اینم کارشو بذار را بندازیم. این خیلی با صبر و حوصله پیچا رو باز میکنی اول، خیلی منطقی بدون استرس. $100 درآمد داره الان، میشه $550. یه بخش دیگه هم میتونم اضافه کنم. یا آچاری چیزی مثلا میگرفت دستت یه ذره طبیعی به نظر میومد. اوه خوابم گرفت، خوابم گرفت. تموم. یه سری از پیچه ها رو مثل اینکه صفر نکرده بودم. یه لاستیک دیگه هم اینجاست، این هم تعمیراتش رو انجام بدیم بریم بخوابیم، برگردیم ببینیم ادامه دانس چه شکلیه. بذار داداش لاستیک رو بذار، حتما تعمیرکار رو باید استخدام کنم. خیلی میصرفه تعمیرکار، واقعا میصرفه. آقا یه داستان دیگه هم بازی داشت، اگه یه شب نخوابم یه اچیومنتی بهم میده، ولی میترسم گیر بیفتیم. $478. بذار یه دفعه بریم بخوابیم برگردیم ببینیم چی کار باید بکنیم دیگه. میام دم ایسکا با هم اتوبوس میریم بریم پوم. او شبم شده، نایت کلابرم میتونیم بریم ببینیم. بریم. اگه دوست داری که برم نایت کلاب رو بهت نشون بدم، همین الان ویدیو رو لایک کن، بنویس بزن برو. بریم آقا، چون میدونم لایک رو زدی به احتمال زیاد. بریم ببینیم چه خبر اینجا، چه شیطونک بازی را انداختن. $10 ازم گرفت و همین جوری دارم هزینه میکنم. لایک کنید ویدیو رو. کجا بود اصلا؟ تاریک همه جا. داداش $25 هزینه شه. My God. لخمخ نباشه کسی، یکی انگار لباس مباس تنش نیست به خدا. آقا من استرس گرفتم. خوبه که موزیک بوزیک اوکیه. اوه میتونیم بشینیم اینجا که خیلی بوی جالبی نمیده. وای یکی لخ بود آجی، یکی لخ بود، یه نفر داره لخ میچرخه. از Red Ox Games بعیده همچین حرکتایی. اینا همین کچل است.
خب چی میشه زهر؟ بیر $35 برو بابا. صبح تا شب ما داره پدرمون در میاد اینجا زحمت میکشیم. $35 بیام بدم به تو برای بیر. برو بریم خونه بابا، خوابم میاد، خستم. مسخره بازی ها چیه؟ یه $10 دادم رفتم تو بیشتر فکر کنم. چقدر شد پولم؟ 423. یه هزینه سنگینی باسم داشت دیگه، نمیصرفی. میخوام الان یه تستم بکنم ببینم با این زنه چه اینتراکتی میشه داشت. حواستون باشه اگه در کنار خونواده دارید ویدیو رو تماشا میکنید این قسمت رو نبینید دیگه. Fine baby you. Did you get something for me؟ یه گیفت برات خریدم ولی نیوردم، یادم رفته، جا گذاشتم تو پمپ بنزین. خب آقا یه روز کاری دیگه شروع شد. این زنه رو بنده خدا رو اسکلش کردم انگار. بریم ببینیم که امروز چجوریه داستان، چقدر میتونیم پول در بیاریم. من نمیفهم لعنتی، خیلی درآمد خوبه، خیلی همه چی اوکی هست. اوه پلیس هم اومد. آقا تو که اینجا داری کارا رو انجام میدی، آشغالا رو هم جمع کن دیگه. چقدر صداش زیاده این. اینم بنده داد بیرون. نمیدونم داستان چیه. یه چیزی هم داره میگه که با تخفیف برای فروش گذاشتیم. ببین چیز غیرقانونی نداریم، ولی این پلیسه که هی میاد اینجا یه چیزایی راجع به اجناس غیرقانونی میگه، منو وسوسه میکنه که برم تو کارش کم کم. یعنی یه دفعه میبینی کلی چیز غیرقانونی آوردم. هموم دستشویی و اینا هم که تمیز بود. هموم؟ همومو بگو. روغن و روغن ریخته اینجا. جای لاستیک ماشینا. یه چی؟ اوکیه؟ آره. فعلا مشکلی نداره. بریم توی تبلت برای سفارش یک سری چیز دیگه. ببین توی ورکرز من خیلی میخوام پیگیر بشم ببینم چجوری میتونیم آدم جدید بیاریم. توی بخش استیشنش که هیچی، دوربین میتونم بذارم دوزی موزی نشه، یخچال میتونیم بذاریم. بذار یه سری جنس دیگه بگیرم بیاد. این روغن موتورا خوب بود خدایی، اینا ارزش خرید داشتن. $21 گرونترینا رو میگیرم بیاد دیگه. این $7 هم سفارش میدم، $170 برام مون. اینا هم سودشون بدی نیست به نسبت. بذار چند تا تونه ماهی هم بگیرم. $90 از اینش بود. دونه ای $8. آقا اچیومنت نایت کلاب هم برام باز شد. گفت رفتی سرزدی. چطور بود؟ نظرت چیه؟ یه چیزی که خیلی شوکم کردیم بود که یه نفر اونجا لخت لخت بود دیگه. حالا اگه ویدیو رو بذاره بزنید عقب رو سرعت کند تماشا کنید اون قسمت نایت کلابا، حتما یارو رو میبینید. ولی من که پیشنهاد نمی کنم. به نظر من نگاه نکنید. چه کاری اصلا، چه کار داری؟ چقدر ما هی باید جارو بزنیم؟ بسته دیگه، خسته شدم دیگه خدایی. کاش یکی استخدام میکردم اول اینجا رو تمیز کنه، به نظرم مهمتر بود. آقا یه چیزی ما اینجا دیدیم یه دفعه، اونم یه دریچه ای بود که آها اینا از توش اسپام میشن میان. الان فهمیدم. و من 3 تا چیز سفارش دادم. چرا 2 نفر اومده؟ یکی دوتاشو اوورده یعنی؟ ببین بعد کلی لوکیشن جدید هست که من باید بشه. ایوون. شکستنی نیست اگه اینا اینجوری پرت میکنی. ببین اینا رو میچینم این تو. بازم چیز میذاشتم. اینم ور میدارم. یکی دیگه هم باید بیاد. پول نداشتم نخریدم؟ خریدم دیگه. اون تونه ماهی ها کو؟ پولشو دادم به خدا من. نهی برد ولی باسم. چرا مشتری نمیاد؟ چرا هیچ کس نیست؟ من با این $82 الان چیکار میتونم انجام بدم؟ کار خاصی البته نمیشه انجام داد. 2 تا قبض دارم. یه $16 پول برق بود. یه $120 پول آب اومده. که این اصلا چیز جالبی نیست. من باید بنزینم دوباره بگیرم. خیلی داستانای عجیب غریب و زیادی داریم، نمیتونم همشون رو انجام بدم. بذار ببینم این چی بود. $50 بدش. آها تونه ماهی هم رسید، مثل این که فروشگاهش یه مقدار دورتر بود. 5 تا تونه ماهی هم این توه. اوکی آقا اینا رو ببین، اینجوری میتونی ورداری، میتونی هم از همینجا اد کنی تو این قفسه، ولی فعلا تعدادی که من چیز میز دارم اوکیه، چون پولم خیلی کمه، نمیخوام خیلی هزینه کنم واسش. یه ذره بیشتر پول در بیاریم، من اینجا رو هم درست بکنم. یه جایی بود که آدم استخدام میکردیم، اون کو گمش کردم. یادم نیست از کجا آدم میومد. آها این تیکس. ببین یه دونه کلینر میتونم بگیرم، یه دونه کارواش. من مکانیکو میخوام فقط، میشه؟ میگه که ماکسیموم امپلویر رو داری، باید به احتمال خیلی زیاد من اینجا رو اول آپگریدش بکنم.
با همین چکش است. $1,000 هم هزینه داره. رسیدن به این $1,000 هم یه مقدار کار سختیه، ولی اگه شما این بازی رو دوست داشته باشید و ادامه دار بشه، حتما به $1,000,000 هم میرسید. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که این بازی رو ادامه بدم و هر روز ازش ویدیو بذارم واسهتون، حتما یادتون نره که لایک و بکوبید، نفری 4-5 تا کامنت باحالم واسم بذارید. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.